سلام میگم دور از برنامه های گفتگی های زمانه است که در اینستاگرام برگزار از سنین شرکت کنندگان در این برنامه آقای مهران فرانسی، آقای بهزاد کریمی و امیر آقایی و خیلی لطف کردم جای خانم فرانی سهرانی خالی هست و شرکت داشته باشم خالی متاسف مشکلی براشون پیشان نمیتونم باشه. موضوع بحث ما هست روابط ایران و آمریکا 60 سال پس از کودتای 28 اسفندیار. من با یک مقدمه این بحث رو شروع میکنم. من فقط بحث رو میگردونم برکت بدم در دخالت و پرسشگر دارم. بعد از این مقدمه بحث رو Thank you.
چند بحثایی در بود. مشکل اساسی این هست که در این داستان، در این صحنه، افراد زیر پرچم‌های دروغین قرار می‌گیرند. مثلا می‌دونید که همین دو سه ماه پیش بود که مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای بود اعلام کردن، تصدیق کردن که دولت ایران ادعای غرامت داشته باشه نسبت به کودتاچی. این به نظر یه چیز عجیبی بود. این کسانی که در مجلس کنونی نشستن بیرون روحانیتی هستند که این روحانیت جنبشی رو نمایندگی میکنه که ایستگاههای او با نامهایی مثل شیخ فضل‌الله نوری، کاشانی و خمینی مشخص میشه. و این جریان در زمان حمایت کردن با حالا صاحب عذاب شدن و ادعای کرامت عجیبیه. در بین اینکه کینه خودشون رو و نفرت خودشون رو نسبت به مصدق پنهان نمیکنن، ولی در این حال اسم باجکاری میکنن و ادعای کرامت میکنن. دیسپلوه مرده های خود پردستگیت ها و همه های در واقع دیمتاز مراجع سور می دارند. به هر حال داستان 28 مرداد داستانی از پر از دلو تحقیق در مورد همه تحقیق صورت می گیرد. از در مورد خود مصدق به نظر می رسید که ملت به تحریمان نیاز داره و هرچه در سالهای اخیر نیروهای مذهبی بیشتر غلو کردن در مورد خمینی، نیروهای ملی هم شروع کردن بیشتر غلو کردن در مورد مصدق، بسیار که مجموعی سنتهای تراشی اجازه می بوده که ما از اون دموکرات شدت آزادگاه بیدراد فرطوری افتر یا ترکیفان فرگوریز تقریب کلمه و سیکراتیز کبی گروه صورت میدید و بعد یک نور شدیدی رو میفکنن با چهره مصدق و نیروهای دلی و خودشون در سایه قرار میگیرن و این نیروی که در سایه قرار میگیره نیروی هست بی جرمه، بی شهامت، سرشار از قضا و سرشار از حساب. این هم از کودتای کودتای 28 مرداد میدونیم کودتای بود در دوران جنگ سرد اصلا میتونیم بلوغ نمی کنیم بگیم کودتای بعد جنگ سرد با ایدئولوژی آنتی کمونیسم مشخص میشه و این ایدئولوژی یک مکمل دیگر داره و اون ایدئولوژی حرب ستیزی هست. موجه کننده این کودتا این ایدئولوژی آنتی کمونیسم بود، ولی این باعث بود که این ایدئولوژی حرب ستیز در ایران مسترش پیدا کنه. مشخصش ضدیتش هست با لیبرالیسم، ضدیتش هست با لیبرالیسم و بعد غلو کردن روی عامل خارجی و ندیدن ضعف‌های داخلی و چشم بستن بر نقش ارتجاع داخلی و نقش مذهب و گرایش جهان سومی و این ایدئولوژی بود که در نیروهای چپ ایران بود در برد. یعنی ما اگر نگاه کنیم به اینکه این اثرات
این 28 مرداد و داستانی که ما از اون ساختیم همین نیروها رو در بر گرفت و چیزها و تحریفهای صورت ما یه داستانی رو برای خودمون شهر درست کردیم با کودتای 28 مرداد خودمون رو در نقش قربانی شروع کردیم و شروع کردیم به قربانی داریم برای یکدیگه و بدونی که از خودمون ازدواج کنیم و شهامتی که وجود داشت کودتای 28 مرداد یکی از ارزونترین کودتای که در طول تاریخ و مفتزهترین کودتای بود که در طول تاریخ رخ داده و این نیروها نتونستن به جایی که دست بذاره بودیم شروع کردیم که برای خودمون دل خودمون دل سوزی کردن و خلاصه این داستان ایجاد شد و همه شبکه جور هستیم و از درس کردن این داستان و سهر این باید خاطر بشه و باطل کردن سهر این فقط کار مورخ ها نیست باید این داستان یک آنالیز اساسی بشه و به اطلاعات قرار بگیره و این خیلی مهمه برای امروز با هم مهمه از نظر تنظیم رابطه که ما میخواییم با جهان و از این به با آمریکا داشته باشیم بنابراین لازمه که باید این بوده شروع مقدمه من فکر کنم دوباره شد ولی من فقط از افراد بزرگ که بکنم تا در این بر نمیخواد بکنم یاد تاریخی یا مرد که مانده جهت ارتباطی بود بحث رو من شروع میکنم با پرسشی از فرمانی سوال این هست که همونطور که گفتم به نظر می رسید ما این داستان رو برای خودمون تعریف کنیم این مؤثرترین داستان دوران اخیر بوده و همین نقشهای و زیر تاثیر در صورتی که حادثه بزرگتری وجود داشت اگر ما داستان اصلی ملی ما میشد یا مفاهیم اصلی میشد قانون شد و این مفاهیم مفاهیم ولی به جاش داستان 28 مرداد داستان اصلی میشه که مفاهیم اصلیش میشه نه سپتامبر چهارده فقط بزرگ امپیرانی من میخوام سوال از این هست که از آقای بلاتی اشکال از کجا چرا ما علاقه من شدیم چند داستانی رو و آیا با این پرسی که من از این داستانی کردم پس من که اشتباه برداشت های تاکنونی ما در این بوده که ما تداوم یک بی‌سنتی در سیاست تداوم یک هرج و مرج سیاسی تداوم بی ساختاری سیاسی ایران رو از انقلاب مشروطه به بعد ندید و در یک لحظه تاریخی یک عکس بردار این تصویر که از 28 مرداد داریم که خب به واقعیت در واقعیت هم انجام گرفته در اینکه آمریکا و انگلیس با تبانی متقابل کودتای 28 مرداد رو علیه دولت آقای دکتر مصدق انجام دادن که دیگه شکی نیست این مسئله مورد مناقشه است اون چیزی که مورد مناقشه است این است آیا اصلا این کودتا تاریخ سیاسی ایران رو عوض کرد که به نظر من نه سوال این است که اگر 28 مرداد نبود دولت آقای دکتر مصدق در تداوم سیاسی و
خودش موفق میشد کار میکنه. این ممکن نبود. دلایل گوناگون برای این وجود داره. ببینید ما از پس از مشروطه فقط اگر برهه سالهای 1320 تا 1331 رو در نظر بگیریم، در یک فاصله کمتر از 11 سال 17 دولت، 17 نخست وزیر در ایران انتخاب شد. عمر دولت‌هایی که سر کار بودن از هفت ماه کمتر بود. ترکیب مجلس، دربار، نخست وزیر، نظامیان و نیروهای سیاسی نشان از یک تعادل ناپایدار داشت. مجلس هیچوقت نخست وزیری انتخاب نمی‌کرد. نخست وزیری از طرف شاه منتصب میشد، منصوب میشد، برای انتخاب به مجلس پیشنهاد میشد. مجلس هم با یه رأی او رو انتخاب میکرد. ولی مجلس خودش اصلا متعهد به نخست وزیر نبود. اصلا فراکسیون اکثریتی در مجلس وجود نداشت که پشتیبان نخست وزیر باشه. بنا به شرایط زمانی و مکانی و منافع نمایندگان هر از چندگاهی نخست وزیر تجدید کابینه میکرد، افرادی از کابینه دور میکرد، افراد جدیدی رو میآورد برای اینکه پاسخگوی انتظارات این رفت و آمد مرتب انجام میگرفت در مجلس. میشد این بود که سلطنت شاه نمیتونه شاه مقتدری باشه که با اقتدار حکومت، نمیتونه شاه قانون اساسی باشه که نمادی باشه برای در اداره کشور. هیچ کدام از این برای همین خودش هم وسیله بود. یعنی این رفت و آمدها وسیله قرار میگیره، وسیله دستگاه گوناگون. جواب 28 مرداد این پول نبود که ما شاه مقتدری داشتیم که با استبداد و دیکتاتوری در تبانی با سیاهی بریز خواست حکومت مقتدری. اتفاقا 28 مرداد اثبات بی اقتداری و بی قدرتی شاه ایران نبود. و همین دلیل هم فکر میکنم که ما در این هست که ببینیم نقش نیروهای خارجی، دولت‌های خارجی چی بود. این هم با 28 مرداد آغاز نشد. از همون 1320 به بعد مرتب در رفت آمد کابینه ها، در انتخاب نمایندگان مجلس، دولت‌های خارجی اینجا اونجا نقش داشت. تو مکای مالی به این دسته و اون دسته می کردم و مسئله جدیدی هم اتفاق نیفتاد. اون مسئله ای که برای ما الان باید سوال باشه، چرا اصلاح طلبانی شبیه مصدق، حالا من اینو میتونم بعدا به خاتمی هم ادامه بدم بگم که خاتمی، چرا اصلاح طلبانی مثل مصدق توان این که در توازن نرم قدرت شرمنده کرد بدون این که از سخت افزار استفاده و نیروی نظامی استفاده کنند هیچ وقت موفق نشدن سیاست کنن و مرتب خودشون در مخمصه‌ای گیر میکردن که در سیاست کردن ها مرتب بایستی که دامی در عقب بردارن. حوادث رو میتونیم یکی یکی دنبال کنیم که الان من اینجا این رو انجام نمیدم، ولی میتونیم همینجا به عنوان یه نکته بگیریم که ما در ایران اصلا شرایط سیاسی که یک دولت قانونی بتونه در شرایط عادی سیاست بکنه نداشتیم، نه مجلسی داشتیم، نه نمایندگانی که هوادار و پشتیبان یک نخست وزیر باشن. مصدق به طور اتفاقی نه به پشتیبانی یک حزب به نام جبهه ملی به نخست وزیر انتخاب شد. فقط دست اتفاق بود. الان بعدا عرض خواهم کرد این اتفاق چی بود، ولی به قدرت رسید ولی تمام حفظ قدرت رو ندارد. دلایل این چیز هست و از بهش بپردازیم. آقای کلیمی، این با توصیفاتی ها که آقای فرماسی فرمودن
به نظر میاد که مثلا در همین داستان 28 مرداد نقش شاه، نقش استبداد، خود بر نقش مصدق ایشون الان یک تبدیل و تفصیل ویژه‌ای رو به دست دادن. یعنی به نظر میاد که اون داستانی که روایت غالب در میان رفته، حالا پایین ندارم که مثلا آقای بردتی چقدر اون روایت رو تنظیم میده، ولی به نظر میاد که اون روایت بیشتر از اون که آشکار کننده باشه پیشاننده میده و در واقع یک آگاهی کاذب بیدار کرده. یعنی این داستانی که این سبکاتها ایدئولوژیک هم ببینم شما چطوره میدونید در این ایدئولوژی داستان یک بار قهر شد به دنبال در 14 سال دوره ماهانی و فترت و چندین کابینه و مرود دهیه در شهریور نیست. ما اونجا هم چندین و چندین کابینه کابینه های 3 ماهه 4 ماهه با اون رو مجلس بسیار بسیار ناپایدار همین ها بود. ولی بعد میاد چی میشه؟ میاد در مقطع 99 با یک کودتا این روند قطع میشه و از مشروطیت عنصر تجددش هم در شکل عامرانه‌اش و تجدد عامرانه که در منطقه به بیرتیه قانون در ایران دنیا در اون شبه خاطر کار نداریم این را بود جدید اینجا نیست. نه یه بار فرق ما چیزی که باید بهش توجه کنیم که در خود کودتای 28 مرداد هم بار دیگر به نظر ما مشروطیت درک شد. ما این نقطه خیلی گرهیه بین 20 تا 32 علارغم اینکه کابینه ها بسیار متضاد بودن در مجلس ما اصلا چهار یک مجلس جدی که به پارلمان با آن فراکسیون های اصیل وارد باشد نیستیم ناپخته است از کلمه اقتصاد تاریخ و زمین فکتوری بیستاره در اومده همین را واقعی است. اما اینه که حتی که اون روند اون حرکت و جنبشی که وجود داشته جنبش چی بوده؟ این جنبش منافع ملی رو میخواسته اون در ذات انقلاب مشروطیت بود تجدد و متجدد بود. هیچ کسی نمیتونه مصدقه بود که شما بگید که مصدق و سلطنت اینجا اونجا چند هم مثلا آدم رایت نمیده مصدق متعلق به تجدده مدرنیته هست که بودیم در قاموس ایران و از اون وقت شما دموکراسی قانون
آزادی نه واقعیت شده که عناصر اصلی سازنده روند اون دوازده سال است. بودی خواهی بستش مرداد این رو هم کنم. من چند دوازده که من جمعه بزنیم میتونم و تفیر اون این که دوتا شد مسئله نیست که میگم از نظر ملی مفتد زد ملی سر کار من بلکه واقعیت اینه که این روند بد شد و از دلش دیکتاتوری 25 ساله مدام رو به روش از یک سو از طرف محمد داشته آمد از طرف دیگر بر زمینی این کنه تا هم سوشون رو شاید کرده بله تکن و قلب ستیزی هم با معلفه چپش هم با معلفه ملیدونش هم با معلفه نظری نکش در مجموع در اینجا پوشی وجود اومد غرب ستیزی مشخصا آمریکایی ستیزی و از دلش با بعدا متاسفانه در 57 محدودهای بسترش مرداد محصول واقعی شد در 57 این من عرض کنم که ایدئولوژی کردن غرب ستیزی از دلش در میاد بعدا هر بر آمریکا و آن چیزی میشه که بعدم بارم تفسیر ما در واقع یک ضربه دوگانه میخوریم از 28 مرداد یک بار از خودش بوده تا یک بار از ایدئولوژی که میپردنی و به صورت تعریف اجتماعی یا آنتی مدرنیسم و در نتیجه ما میبایست این داستان رو بارم بازسازی بکنیم برای دسته ما فکر می‌کنم واقعی هشت‌مرداد و بیانچینلی یکی از بردن درازترین تحولات سیاسی در ایران هست به دلیل اینکه تفصیلات مختلف و هر گرایش فکری و هر جریان سیاسی به اعتبار خواستهای ایدئولوژیش مقصد تاثیر پیشینگی که در جنبش ملی هست ما بهش در جنبش مشروطه یا حتی به همین دلیل هست که خیلی راحت در معرض تفسیرهای مختلف قرار میگیره و ایدئولوژیزه میشه بخشی اساسا نفی میکنه کودتا رو بخشی اساسا علت اصلی سرنگونی دولت مبزرده کودتا اما قبل از اینکه من ببینم به این بخش از سوالتون یک نقطه اشاره بکنم به نقطه به سوال اولتون و این به نظر من این واقعیت که گفتمان مشروطه در حقیقت گفتمان میگرده و قانون گرایی بود اولین فاز از جنبشی هست که در صد سال اخیر در ایران و در کشورهای منطقه شروع میشه فاز اول این جنبش خود را در شکل مشروطه خواهی، قانون گرایی، تشکیل مجلس، قانون کردن پادشاه و اینکه وادار بشه به سلسله فرمانی و اجازه بده که مردم هم دخالت بکنن در سرنوشتش. در فازهای بعدی به تدریج ناسیونالیسم، مبارزه با استعمار، بچه اصلی و گفتمان اصلی جنبش‌های جهان سوم میشه ایران، نس و هند اون دوره تقریبا اینا همزمان با هم مکاندی منظورم این هستش که این پروسه به نظرمان طبیعیه این نیست که ما بگیم در واقع واقعی به سشت مدار در جانش میشیم تا پرچ کرد این گفتمان مشروطه نه گفتمان مشروطه در تحول بعدی خودش تبدیل میشه به گفتمان سیمالیز ضد استعمار و در دوره ها و فازهای دیگر تبدیل میشه به گفتمان ضد امپریالیستی و ایدئولوژی و انقلاب 57 هم در این فاز و در این فاز میشه تحقیق شد بنابراین پروسه به نظر من خیلی طبیعیه جنبش های آزادی بخش در جنبش سوم این مراحل رو طی کردن و ما هم چیز مستثنا نیستیم و اگر تاریخ نگاه بکنیم مشروطه خواهی و جمهوری انقلاب 1905 در روسیه همزمان خواهی بودیم
مشروع فریدان در عثمانی اون هم همزمان بوده در بیده ست سال پیش و بعدها میبینیم که ناسیونالیست از بنابراین بعد این من نمیدونم گفتمان ها در هر دوره این به اعتبار شرایط به اصلا مردم و میزان آگاهی ها آگاهی اجتماعی به اعتبار شرایط بیرون ملل عوض میشه و عوض شد اما در رابطه با اینکه ما مشکل چی هست چرا داستان بیستش خدا بید داستان اون می شده چرا تبدیل شده به دروغ دقیقا برمیگرده به این پر رمز و راز بودن کشف مراد و حضور عوامل مختلف که ما هیچ کدوم رو نمیتونیم به عنوان عامل اصلی در این شکی نیست که کودتا طبیعتا توسط امریکا و انگلیس و برخوانهانینا پیشرفت اما واقعیت این هستش که عوامل داخلی بیشماری در زمین سازی کودتا دخالت داشتن اگر حتما اطلاعات تاریخی شد در اختیار من هست که اولین اقدام کودتا در هفت صبح شروع میشه ساعت 12 مجلس گرفته میشه دولت گرفته میشه و رادیو تلویزیون در ظرف 5 ساعت هیچ حرکتی انجام نمیده منظور این هستش که این مجموعه عوامل بسیار پیچیده در این تعهد و این روز نقش داشتن و ما صرفا این تلویزیون کودتا عمل کاملا به صدا در استفادات اجتماعی چند فاکتوری از فاکتورهای مختلف ولی کودتای 28 نوامبر نسبت به مثلا انقلاب یعنی تاریخی از مجلس ساده است فقط اینکه در تقریبا در یک شهر اتفاقی در نزد یک اتفاقی است در یعنی مثل مقتدا که حتی برخ قابل هست اتفاقی از بودید در این سحنی دهید و معلوم که در مجموع نقش مختلف دارید و حتی به تفکیک اسامی میشه این صحنه رو مشخص کرد به چه دفتاری دفتار چه دفتار کنیدن به فکرهای بسرکن سرد و سرد این رو من به نظرم عجیبه که این رو بسیار پیچیده مخصوصاً مقایسه نکردم انقلاب و تاریخ و بیرکاری کشید و اساساً در این اتفاقات سالهای سی و سی و فقط نظرم این هستش که علت این که از داستان 28 مرداد تفسیرها و در واقع تحلیل‌های مختلفی ارائه میشه و بسیار هم متضاد به خاطر این هستش که عوامل مختلفی در اشتغالات داشتن که بخشی از حقیقت در دست همون عوامل است بخشی از واقعیت در دست همون عوامل است ضعف نیروهای ملی نقش حزب بوده در اون موقع ترس امریکا از نفوذ شوروی اون موقع در آبهای گرم خلیج فارس ترس انگلیس از اینکه شوروی برسه به مرزهای هندوستان تمام اینها عواملی است و ضعف خود جامعه ملی من میتونم این چیز رو بگیرم که خود واقعیت یک چیزی داستان که ساخته میشه و این داستان تبدیل به یک نیروی روانی و در اختیار بشه نیروی روانی یک چیزی مشکل ما بیشتر این قدرتی که این داستان نمیشتن مثلا شما احیانا خیلی داستانا در طول تاریخ هست که الان تبدیل میشه به یه نیروی عجیبی مثلا فقط این داستان کربلا ولی وقتی که میرسونید اتفاق نسبتا ساده در این ساعتهای رخ میده ولی تاثیر تاریخی که خودتون عشق رو عشق میاد و ساخته میشه ساخته کسی به دیگه باید کل باستاز این ماجرا رو هر سال در یک تذیه میگردیم از باستاز این ساله ای ولی روایتگری مشکل ما تو کار 28 مرداد رو در واقع نیروی روایت ما میگویم که و
این مسئله رعایت تأثیر خیلی زیادی در ذهنیت ما داره. من همش باید دوباره برگردم به شرایط جامعه بی‌ساختار. چطور ممکنه یک نخست وزیری که اصلا اکثریتی در مجلس نداره سیاست کنه؟ ببینید جبهه ملی چجوری درست شد. 19 بهمن 1328 انتخابات مجلس 16 انجام میگیره. مصدق و تعداد دیگری از یارانی که بعداً جبهه ملی شدن در این انتخابات انتخاب نمیشه. تحصنی صورت میگیره از طرف طرفداران مصدق و از افراد نزدیک به نهضت ملی در دربار و بیرون رفتن. اعتراضات و اعتصابات و غیره، انتخابات باطل میشه. در انتخابات جدید تهران 12 نماینده انتخاب میدن که 7 نفر از جبهه ملی. در تمام مجلس 16 از حدود 120 نماینده تعداد نمایندگان جبهه ملی 10 نفر. اضافه کنیم بودن اضافه کنیم به هواداران بگو 20 نفر. بعد از این همین 6-7 نفر میرن به کمیسیون مجلس و جلوی تمدید قرارداد انحرافی 60 ساله نفت رو میگیرن. این آغازی میشه برای ایجاد یک هیجان ملی در سطح ملی، یک بزرگ پردازی، یک شخصیت مصدق رو در میانه جامعه آوردن و نشان دادن چندچه شخصیت هایی هستن که در میفتن با کسانی که عجیز رو نیست. در اردیبهشت 1330 نخست وزیر مصدق نخست وزیر میشه، اصلا اکثریت نداره جبهه ملی. در این مجلس هم در مجلس بعدی هم از اکثر کسانی که میشه گفت به نهضت ملی و جبهه ملی نزد 30 نفر. جمال امامی که از محافظه‌کارانه میخواد ضیاءالدین طباطبایی رو نخست وزیر کنه، ولی فکر میکنه باید شگردی به کار بکنه چون به چه داره مصدق نمیخواد علیه اون مصدق رو به صلاح تاکتیکی پیشنهاد میکنه، چون فکر میکنه مصدقی که اصلا اکثریت در مجلس نداره حتما قبول نمیکنه، چه کسی نمیتونه انتخاب بشه. مصدق قبول میکنه، نمایندگان مجلس هم از شگرد امامی خبر ندارن، فکر میکنن اینجا مصالحه ای شد. از 102 نفر نماینده حاضر در مجلس 99 نفر به مصدق برمیدن ایشون نخست وزیر میشه، بدون این که اصلا پشتوانه ای در مجلس داشته باشه. خب این دیگه نشان بزرگ از ترج و برج شده. همینطور ادامه پیدا میکنه در تظاهراتی که حزب توده را میدازه. 23 تیر 1330 تقریبا به نمایندگی از رئیس جمهور وقت آمریکا میاد ایران، تظاهرات حزب توده به زد و خورد انجامه، تعدادی کشته میشن، تعداد زیادی دستگیر میشن. مصدق رئیس شهربانیش رو، سرلشکر بقایی رو برکنار میکنه. درست در همین لحظه بوده که رایسول جبهه ملی در این فکر بوده که سرلشکر بقایی رو کاندید نخست وزیری کنه و مصدق در خاطرات و کتاب خاطرات و تعلماتش می‌نویسه که من بعد از این داستان تازه متوجه شدم که جبهه ملی ما کسان وفاداری هم نبودن و از این مسئله را انداختن، به من مراجعه کردن و گفتن که شما حال خوشی نداری، ما فکر کردیم برای وقتی که مناسب باشه ایشون نخست وزیر بشه. خب این اون ساختار سیاسی است. معلومه در یه همچین شرایطی مسئله 28 مرداد آمدنها کار بسیار راحته. گامهای بعدی رو هنوز من اینجا فرصت نیستم وقتی بعدی عرض میکنم خدمتتون، ولی میگم این داستان سازی از حضورات که شما در میتونم بکنی که داستان کنم شما بیستراش کنم مزمین یک Thank you.
هژمون یک نهضت میتونه تبدیل به هژمون بشه و بود. ببینین کارمون یاد نبود اون وقت اقسام این اون یعنی اتفاق اینها در تهران بخش قابل توجهی از جامعه میان شهری خودش این هم به همین سیاری شکست میخورد ارتجاز به سیاری رو شکست قبل از اون عبده در اسپرم گوشتاری هم بعد از اون در باید در
هی قربانی این برادر رفتن است. و همین دلیل هم اگر توضیح این بکنید این در مورد الان جنبش سبز 88 هم درست همین مسئله ثابت. این هم جنبش عظیمی بود بدون ساختار، بدون حزب، بدون تشکیلات نمیتونست مقاومتی بکنه. خب در اون زمان پروتکل شرایط جور دیگری بود. ولی مصدق درست در اون بحبوحه نهضت ملی که هیجان و احساسات ملی برافروخته بودن، یکی نمیدونم چند صد هزار نفر آدم آمدن من دو شست نفر کشته شدن یا بیشتر ارزاً در اون شرایط شرایطی بود میتونست سازماندهی پشت جبهه خودش رو به طوری درست بکنه که بتونه در مقابله با دربار و خارج دست بالایی داشته باشه. وقتی آمریکا و انگلیس مصدق رو تنها میبینن بود دایی پیسرش مردان رو به راحتی انجام میدن، چون در فردای کودتا هم نه صد تا هزار نفری به خیابانها آمدن، نه روز قبلش همونهایی که یام مرگ و مصدق میگفتن یک تو خیابون نیامدن. وقتی که مسئله معیشتی مردم مسئله فرد و بیکاری شکل میگیره اون وقت دیگه مسئله احساسات ملی نهضتی و غیره در سایه قرار میگیرن. معلومم ادعا کردن آنتی‌آمریکایی رو توجیه کردن به دکتر شولات های یک سرش مردان این نهتر زمین برای دوتوهای همین زمین نهتر جرمانی برای مشروطه زمانه خودش بازبینی که چگونه باید مشروط ادامه بده اومد در امپریالیزم در امپریالیزمش در شکل بسیار دوج برای چپ شد افتاد. مدیون هم با باورهای به نظر استعمار بسیار در همونجا فلج میشه قادر میشه وقتی از خیال نقباط نیست و از توی یه جریان یه خروج میده اسلام سیاسی. این اسلام سیاسی برعکس این اسلام سیاسی از یه طرف اونجوری مورد سرکوب نیست برعکس اون دوتا به بیش چپ کشته شد تبدیل شد زندان هم هیچ وقت از این در روش میکنه اسلام سیاسی ولی از توی دیگر با کدام فکر با قرب ستیزی با بیگان ستیزی فقط با آمه گروز ستیزی نیست. این هم با این روش میکنه. این ستا
در طول این 25 سالی که میگم یا 25 سال هم یا تربیت میکنم و در نتیجه وقتی که ما مرگ بر شاه محکوم میگه میگه کنار این اصلا دست خواهده بیدیم که بلافاسته در جامعه ما مرگ بر شاه متعدل میشه به مرگ بر امریکا. بنابراین هر ستای نهر سهم دارم، محدودیت دارم، ما چپایی بیدیم و این اسلامی سیاسی اصلا کلا مسئله شد. در این میان بعد از انقلاب این اسلام سیاسی که مرگ بر امریکا رو از طول این تاریخ میگیره این رو برای این تصدیزه به خودش تومنتی چه میکنه؟ این رو برای چندی دوری بلند میکنه هرچنی که با همین امروز 33 تو همین سال تمام زندگی این ملت بود چه در افعاد آزی افعاد خارجی رقم زد این مرد بر آن به چیزی نیست گرفتن سفارت فقط یک اقدام سیاسی نبوده این عملا پشتش یک نگاه به فکر ایدئولوژیه و در نتیجه آنچه آمریکایی که مطلب سرکستان مطلب 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 مجموعه مطلب حالا با توجه به این ریشه های عمیقی که این ایدئولوژی و این سنگی یکی از مرحله‌ای که مقرر در راه خداوندی بوده بعداً طرح میشه این است که این رابطه اصلا ربط بوده به نظر من در آنفرونیستی به گروه سشتران داد نداره اما این پروسه طبیعتاً جمهوری اسلامی به اعتبار شرایطی که در درجه اول خودش رو این سالها پسی به هر شکلی حفظ بکنه خودش رو تطبیق داده شرایط و سیاست خارجی خود را تعامل باز کرده و نقاط را انسانیت باز کرده من فکر میکنم جمهوری اسلامی و فکر کنید روحانیت قرارد ندای یا فریاد ایدئولوژیک سرمیدن بسیار هم پراگماتیست است در هم وقتی اونجایی شهر خودشون رو تقدیم کنند همه یه نوعی قابل اجتماعی و خودشکه حتی من در سیاست قابل اجتماعی و حتی اصلاحان 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 اصلاحان
عامل بشه اکشن مایند برای یعنی این هم جزئی از ایدئولوژی روحانی است تبدیل خودش با شرایط به معلوم شما چیز معلوم به شما گربه است و هر جنگ ارام تمام این تمام این مساره در این ساختار جاسازی شده از نظر بیرونی ساختار دو قطب سبز و قرمز تزیینی داره دوستانم خود جمهوری اسلامی که خودش رو صدای اسلام می‌گیرد اما در اصل این خودسازی ایدئولوژی و روشانی تغییر داره خب برای میشه که این ایدئولوژی دست نخورده بمونه و ولی در واقع پارتی بشه و کسی از قراردادان این ایدئولوژی نخورده بشه
مرد ماها چپ رادیکال انقلابی در پنجاه قدرت بود آیا سفارت میگیره؟ قطعا نمیگیره آیا با آمریکا مخالفت میکرد؟ حتما آیا مرگ به با مرگ بر آمریکا خیابان ببینید اونجا خیلی خوش میکنید میخوام اینو بگم که من با این جنبسته آخر آقای برایت کامیم مدرسانی در عرصه آمریکا را خواهد کرد معامله خواهد کرد این طوره شیده خواهد داد پول خواهد داد دعوت خواهد کرد چون نه اینکه عقلش به اینجا رسیده مصلحت‌گرا هست پرماتیست هست نمیتونه مجبور شده در جنگی که جنگ اقتصادی که دیگر نشده شکست خورده برای حفظ خودش مجبور که عقب میشینه بکنه اما به لحاظ ایدئولوژی نه سوال شما در ایدئولوژی اگر این کار را بکنه آیا یه سیر ایدئولوژی در کار نخواهد بود یه سیر نیروهاش قطعا موجود بود ولی اینا را بخشن قربانی میکنه خیلی احتیاطی داره ولی این مجبور خودش را همین داره من معتقد دستاویز های پیدا بکنه در حکومت کرد ما الان صحبت از صلح امام حسن میشه و مقایسه تاریخی با اون زمان صلح امام حسن دشمن دیگر دشمن نیست دشمن دشمن هست ما فعلا ما باش صلح نرمش قهرمانانه دیم بنابراین امکان ما در ایدئولوژی اسلامی ایرانی و وجود داره و اینها نیروهای خودشون را هم نیروهایی که در واقع راهن وابسته هستن به اینها و تکنولوژی به شکل رادی مبلغ و تقلیدی تربیت کردن و طبیعتاً قدرت ما بنابراین من پیشبینی نمی‌کنم که بحران‌های شدیدی یک سیستم اسلامی قدرت نظام توتالیتر من جسدش نیست بسیار پیچیده است یک موجود زنده است و در این سی سال نیروهای خودشون مرتب تولید کرده طور مثل این نیروهای شما و توفیالوجی زنهای سر اینا جوان هستن جوانان 20-25 سال نسل دوم سوم انقلاب کنند ولی این هم لتبولای های اوائل انقلاب کنند دستگاه های دستگوشی ها و روزمانگی ها و هم این همون هستن چه
چطور شد در ظرف 30 سال درست این رابطه چون کنید؟ بنابراین به نظر من و خیلی ممنون رو این دور صحبت ما به پایان می‌بریم. بعد از یک تنفس دوستان حاضر در جلسه بتونن سؤالی دارن، نظری دارن و انتقادی دارن.
جوانان ایرانی فعالان سیاسی ایرانی تقریب نقد آگاهی فرد جمهوری اسلامی و این پرسش که آیا جمهوری اسلامی چون این مسیر رو بهن فکر میکنم این مسیر رو
من فکر میکنم این خفقان سوار بشه با دوستی ها، دشمنی ها، گرایش ها، علایق ها، منافع و تضاد ها. یعنی بیاد در این بشه، خواهید دید که یک کلاغ چه کلاغ خواهد شد و مثلا بیدن که فلانی زد مثلا بیدن رو بود و این دید مثلا مخالفش واقعا خودشی خیلی ساده باشه. همه هم شاهد بود، ولی همه شاهد ها و اشکال مختلف اتفاقا خود رو بودن این روایت ها رو کسات کردن که خودشون بودن توی موضوع و همین طوری ساخت کردن و این تبدیل یک نیروی مادی روانی میشه که ما رو هدایت میکنه و باعث میشه که اون بچه کوچی کرد بیاد و میشنره در این خرای که خیلی شعار مردم ها میده میدونه آنجا چی هست کشور بیرون جادور چی و در اینجا این فضا روشت میکنه و این درمیدی میشه و تبدیل این مسئله برای یعنی این نقشی که در واقع روانی و سایریه که این
ماجرا پیدا میکنه و تبدیل به نیروی مادی میشه. ما میسازیمش ولی اونش برمیگرده ما رو میسازه و بعد ما دوباره ما ساخته میشیم و این رو آبوتاب میدیم و این باستاب پیدا میکنه دوباره به ما تاثیر میکنه و همینطوری این رزونانس صورت میگیره از یه چیز دیگه میسازه و اصلا این موقع سال تحویل ما اومده هم بیاد از مادتاب بگیده ما نیزاد بگیرم نمیتونیم تا بخونه اصلا نمیتونیم یعنی کسی به تو نمیخوشتنه تو ما با این به تو پیشتنیم مصدق هست و مظلومیت مصدق هست و تمام نیروهای دیگه نیروهای منفی هستن حالا چه داخلی چه خارجی و یا تفسیری که جریانات به اصطلاح طرفدار پادشاهی میکنن که در واقع داستان میسشت مرداد قیام ملی میسشت مرداد هست و این شاه هست. بنابراین باید تکلیف داستان یک بار حل کرد و داستان نساخت از میسشت مرداد. میسشت مرداد یک واقعه تاریخیه و به نظر من باید به صورت علمی وارد شد و قانون علم هم این رو میگه که برای شما مشکل رو بخواید تفسیر بکنید باید مشکل رو کوچیک بکنید تا قابل حل باشه، مشکل بزرگ رو نمیشه. و همونطور که من دیدم این هستش که به صورت محاوله یه جده بسیار پیچیده است و عوامل گوناگونی درش اتفاق داره و پررمزاز رمراز هستش و قابل مقایسه است حداقل برای من مثل اون داستان فیل در اتاق که مولوی به شعر در میاره. حالا موقع تاخاریک بوده ولی این بار همه اینکه خاص به خودشون هم یکی میخواد پای فیله ببینه یکی میخواد خاتون فیله. هر کدوم بخشی از حقیقت هست و ولی تمام حقیقت از این نظر هست که من واقعا معتقدم که داستان بیسرش مرداد پایان براش گذاشته رفت بشه و این نباید بهانه‌ای باشه برای مظلومی، بهانه‌ای باشه برای سوء استفاده، برهانه ای باشه برای مقصر پیدا کردن در این اتفاقات. ما در تاریخ رو بررسی که می کنیم برای مقصر نباید باشه، بلکه ببینیم چه رهنمودی می کنیم براش ببینیم برای آینده، چراغی برای راه آینده می باشه. و بنابراین اصطلاح باید ببینیم و سیاست موازنه منفی مصدق به نظر من سیاست مظلومانه و انفعالی بوده و اشتباه بود و اتفاقا باید بسیار سیاست خیلی خطی و فعال وارد میشد و سعی میکرد که ترس آمریکا رو از نفوذ روسیه و نفوذ شوروی به محتوای آفرینتر بگیزه و نگرانی آمریکا از نفوذ توده یا در تمام سطوح آمریکا از دوستان رفتار میکرده و به این طریق. چون واقعیتش این هستش که در مقاطعی خواهد درست به فشار تاریخی مشکلات ما زیاد از لحاظ نبودن ساختاری ولی در یک مقاطع هست ما میتونیم
در این حال نیاز رو حس می‌کنه، نیاز که یک آگاهی متحد کننده ملت رو که تصورش برای این هست که این آگاهی وجود نداره، یعنی اون در واقع اون فرهنگی که بخواد شده برای فرهنگی همون مسیر خوشبختی و مشروطیت ادامه
از یک مسئله فرداری نیروی آگاهی من تصمیم این فشار بنابراین برمیگرده به نقطه‌ای که آقای زرافی گفتن در مورد مقدر بودن و این کودتا که آقای ایمونی گفتن مقدر پشتوانه حزبی مصدر بود نقش عمده رو نمیدیم همین سال رو از آقای کریمی میپرسم آقای کریمی مدر نشیم نقش رو واقعا کم باقی بهش میدیم اومد ترس زیادی قرار داشت حالا بر منابع اقتصادی که داشتن ترس زیاد از روش کمونیسم من آقای کاسته میشنم نقطه رو بگم یکی در تدفعی کنم آقای من این جوهر حرفش رو که باید در سیاست خارجی انعطاف‌ها و
دیگه خیدم بسیاره این دکره این کسی میگرم در سایت هم یادم و اونجا وسیله بودم صحبت کنم. ولی نقطه که میخوام بگم اینه، به نظر من اون دو معنفی اصلی که در میزان سیاست ملیون مصدق به تو روشن اشارگر میتوار من قبول دارم اما که باید مصدق میره پای اجتماعی شد احترام میده 10% اصلاحات ارزی تبدیل به اصلاحات ارزی ها بیاد اجازه میده نمیگم که به این کار همه چی انقلاب انجام میده در رابطه با مسائل شهری در مسائل اینا میتونست این سری کارها بکن اون باید نهزده میدید بالا میکشید یه مدار از نهزده کاری و چپ برعکس باید خودش امیده پایی میاد تبدیل کنید شرمینی ها باید ایزوله میشدن خلی ملکی سوسیالیست ملی بوی اومد و حتی اون موقع در درون حزب هم اینم جالبه گرایشی با تمام نگاه ایدئولوژیکش شکل گرفته بود که غلط ما باید مصدق رو عامل آمریکا ندونیم مصدق دو پایه لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی به نظر دو شاخه اجتماعی ثابت دیدم حتی کوچیک‌تر باورهای مذهبی هم باشه اصلا مذهبی هم نیست برای اجتماعی میدونم یعنی آزادی اما این در اینا فاکتورهای اجتماعی مختلف اینها باید با هم این جامعه رو بسازن نه اینکه بسیار خوبریزه بشن در این راه متمدنان چنین چیزی رو که مشروطیت زمین های اولیش رو دیخته بود 20 تا 32 میتونست یکم شکل رو بود که ما ادامه بگیم ولی ما ادامه ندادیم رفتیم را دفتیم که شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه ادامه رو که مرگ بر آمریکا و حاصل همه ملیتون و چپا بازار شما اتفاق کنیم ما نکنیم دیختیم تو جیب پایشانی و جدش شیخ حلوگا نوری و پسر برادر پسرش و خلوگا خونی و بعد این نوه ای کامیت خامنی و این داشتی با تکاری گروه سوالی بگیم اون وقت داری کاریش بله در این مصدق تلاش های زیادی کرد در رابطه با آمریکا و ملاقات های امریکاش شکی نیست اما باز تاریخی یک نمونهش هست که در سال 1952 کمک های نظامی امریکا به ایران متوقف میشه و اساسا ایران رحم میکنه از این نظر من میگم که این شاید سیاست غلطی بود در اون زمان در اون مقطع خاص که به احتیاج داشتی به سبب یک قانون
به شرایط پیش بینانداری اون موقع که این طرف انگلیس ها در فشار گذاشته بودن این طرف موسا این یعنی اینجور تاریخیش هست بنابراین مطلق نمی کنم که اصلا مقصد سیاست موازنه منفی قدر بوده اما باید موازنه منفی فعالتر و مثلا پرتحرکتر و بالادی بیشتر بخش فقط یک مورد خیلی کوچیک بود در مورد صحبت هایی که می فهمید چون به درستی از نقش ارتباط کاشتنی صحبت کردید ولی بارها از نقش چپ ها و جمع نقش چپ ها و ملیون صحبت کردید در صورتی که به گمانم حزب توده و چپ ها به طور عام یکی از مهمان اصلی این فضا هستند و جمع کردنشون با ملیون شاید چندان از نظر بسیاری از منتقدان درست نباشه من نمیدونم دوستانم نظرتون رو بدونم در مورد نقش چپ ها عملکرد چپ ها نسبت به کودتا و رابطشون نسبت به مستو من یه مسئله در مورد آمریکا رو داشتم تا زمانی که در انگلستان حزب کارگر شکست نخورد چرچیل بر مسند قدرت نشست و در آمریکا آیزنهاور اگر کرومن نیامده بود هیچ نوع مسئله وجود نداشت که آمریکا در خیال و فکر کودتایی در ایران باشه یا در همسویی با چرچیل باشه درست در همین زمانها بود که الان اصلا بیشتر آمده که انگلستان با آمریکا نوع قرض رو میدن که بعد از پایان تا 40% از سهام که شرکت نفت ثابت در اختیار آمریکا گذاشته میشه که بعدا هم انجام میگیره به همسان هر شبت که در مورد مسئله خب اونجا من چون نه در حزب توده بودم و نه در جریانات چپ دیگری که اون زمان در ایران بود فقط حدس و گمانم از مطالعات حدس و گمانم در این هست که خب حزب توده تحریمگر جریان مصدق بود روی تصوری که اون زمان از مبارزات ضد امپریالیستی، از سرمایه‌داری و آمریکا داشتن و این مسئله خب در جریان کودتا در روزهای پایانی کودتا عوض میشه سیاست دیگر در پیش میگن ولی اون وقت دیگر دیر شده یک مسئله در مورد این رو ما راجع به صحبت نکردیم بایدم الان مرمید بحث الان نمیشه صحبت قبلی هست ما اگر به روانشناسی فردی شخصیت‌های تاریخ نپردازیم نمیتونیم واقعیت تاریخ را درست کنیم بدون شخصیت پردازی هیتلر فاشیسم و ناسیونال‌سوسیالیسم قابل تعریف نیست بدون نظریه پردازی به اون چی که شخصیت فردی مصدق بوده تمام ایرادات و اشکالات رو نمیشه فهمید بهش رو آورد این در مورد استالین صادره، این در مورد لنین صادره، در مورد تمام شخصیت‌های تاریخ‌دار اون مسئله فردیت و شخصیتشون بسیار تایید کننده است. شما اگر خاطرات آقای سنجابی رو خونده باشید در اونجا می‌نویسه که بعد از حادثه سی و تیر به خصوص مصدق شدید بدبین میشه. اصلا هیچ به مشورتی دیگه رو از آن جبه بدید با وزرای خودش در این مورد نمی‌کرده. تصمیماتش تصمیمات فردی بوده. در اون چی که تصمیم سیاسی میگرفته خب این در مورد همه مسائلی که مربوط به بیرون بوده باعث انشاب از درون میشه اونهایی که جبهه ترک کردن خائن نبودن خائن به مصدق هم نبودن شاید درست شرایط رو جور دیگری میدیدن خب این الان در مورد شرایط بررسی پس ماجرا این مسئله درست هست که ما در پس ماجرا حق هر کس رو بهش بدیم یعنی دچار این نباشیم که اون تاریخی که به ما دادن اون تاریخ رو همینجور ببرد قبول کنیم و بگیریم خب الان در مورد قوام تاریخ نویسی تغییر پیدا کرده در مورد بقایی تاریخ نویسی تغییر پیدا کرده در مورد مکی تغییر پیدا کرده در مورد بسیاری از شخصیت‌های تاریخی به این سو یا آن سو به سوی مثبت یا منفی تغییر پیدا کرده ما نسبت به مسئله روانشناسی به اصطلاح فردی سیاستمداران در یه خصوص اونش که در ایران ما در ایران چون اعصاب نداشتیم همیشه افراد و شخصیت ها تعیین کننده بوده و این هم حالات روانیشون سیاست ساز میشد در کشت و کشتارشون مربوط به اون شخصیت فردیشون هم میشد نه فقط الزاماتی که در سیاست هم دارشون مرسی ممنون
از مورد این نقش چند خواهیم بگیم مورد که چپ چپ اصلا خواهیم اما چپ این پیش از کودتا وزیده خودش رو در کمیل انسجام ملی انجام داد کامل مهتم به تاریخ حتی بشتیم این هم اینجا بود که چیز نداد که در ما جهان ما داده در مرحله مبارزه با استعمار نوعه مبارزه با استعمار تقریبا پایان کسید ولی مبارزه با استعمار نوع همونجا شروع شده یعنی استعمار که واقعا قدرت سیاسی رو کشور سر جاش مال نیروی ملی ولی از طرق اقتصادی که رو شده رو به استعمار دید و این رو نپهمید و در نتیجه مصدق رو به جبهه ملی رو تا مدتی تا حد سیه تیر سیه یک راست سیه یک عامل امریکا میبنید موکر هر موکر امریکا آمریکا هر چیز فکر میکرد که در واقع امپریالیزم تازه نفس بسیار خطرناکی داره به جای این امپراتوری که هرگز خورشید در عرض حیاتش غروب نمیکرد در جای انگلستان فرتو تو میگیده این بسیار خطرناکه وای 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 مصدق آمریکا در این مدت بسیار خطرناکی جدی میکنه چپ مصدق رو در مورد ما این و سهم خودش رو در تعمین انسجام ملی نه تنها ایفا نمی کنه بلکه نقش منفی ولی بعدش تاریخ رو باید مطمئن بعد از چی بکنید این سیاست می چپ اصولاتش هست چپیتی ها هست این دو سارتمان جوانان شبینی ها هست بدان هست که هم کتاب اصولات بودی مطمئن ولی بعد چی میشه؟ اونجایی که میره که کتاب نزدیک بشه از اسفند این خشن دیده بود از اسفند نگرد اسفند دیده بود و در اونجا باید برعکس میومد که مقاومت رو تدار ببینه سازمان دیده از اینجا به بعد به اصطلاحات قدیم که من گفتیم دچار ناصری تاریخی میشه و در روز 28 مرداد هم کاملا منفلان دارد بنابراین اگر متهمی هست زمانی به اون دلیلش، زمانی بعد به این دلیلش، اما نه روانا و من اجازت هم از آنی که اگه وقت بخوام این نکته رو در مورد کل ایرانی رو کنم چقدر من خواستم نکته رو گفت ببینیم اون برش گفتیم که از دل اون چیز سرش مدار بعدا آمد نور اسلامی در به انقلاب اسلامی چیز پراموش نکنم ما در این حال با این انقلاب که شد بده به این نگاه کلان میدن ما فقط حسادت ندید ما یک سری از جمله به نظر من شروع شد بعد از انقلاب اسلامی در جریان نقد خود همین انقلاب توسط همین جامعه از توی نخبگانش نخبگانش که داره ادامه میده حتی نیتر میشه نقد خود نقد روحیه در اینجا نقدونی خودش روحیه که در ایران ما تاریخ چند قرنی داشته ولی به ویژه در قرن 19 میلادی این بعد شکست ایران است روسیه جنگ آرومتی و قرارداد های ترکمنچای گلستان ما با یه پدیدی دیگران چی میشه به نام ایران تبدیل میشه به اون مستنده من با آقای نیکرا یه صحبتی داشتیم با هم که سر همین سر بویه میدید مستنده که این یک چیزی که اون قدرت تجه تحقیل میدیده برعکس رویه شکاک خارجی ببین در همه چیز خارج دیدن تقویت میکنه
به اون اراده، به اون خرد نقاد اراده عمل قائم خود رو تذیر کنه. اکنون در جامعه ما این دوگه داره بار اوج روشی. از این نظر ما یک برگشت تاریخی در سطح بسیار بالا به مشروطیت داریم. اینه که به این روحیه نقد به تشکیلات هم باید باشه، روحیه باشه در باشه برای باشه. پایان بودیم با همین من پیوندم دادم جمله پایانی رو با این سخن آقای کریمی که یک خرد نقاد در حال رشد هست و ما می‌بینیم که این داستان داری 28 مرداد ظاهراً برای قدرت مفتوش در دست بوده و حتی داستان‌های رویزیونیستی ترجیح نظر طلبانه پیشبرنده فتون وسپستی داستان ما مجموعی از داستان‌های رقیب خواهیم داشت که باز به معنی نیست که داستان بعدی از این باشه که کمتر ایدئولوژیک باشه یا واقعیت نزدیکتر باشه. هر حال اون منطق گسترش تاریخ هست، روایت ها جای روایت ها رو میگیرن و روایت ها شاخل شاخل میشن، از مردون میشن و روایت دیگه و بعدها امیدوارم که روایتی که گشوده میشه به ما اجازه بده که بهتر موقعیت کنیم. ممنون از شرکت شما. جلسه بعدی ما خواهد بود در تاریخ 3 نوامبر جلسه به شکل دیگه این برمیدار خواهد شد به دیگه این داشته آقای تاریخ آشوری هست افتاد پیسابیگی ایشون موضوع هست زبانی باز آقای آشوری نخوز سخنی خواهند راند و بعد تاریخی که سخن دوستان شرکت داشته باشم بشنم هم از طرف های آقای هاشوی بچه سپاس کنم.